سلام و شبتان بخیر. به محور امشب خوش آمدید. امارت اسلامی میگوید که به رسمیت شناخته شدن افغانستان نیاز افغانستان نه، بل نیاز جهان نیز است. به گفته معاون سخنگوی امارت اسلامی، ادب به رسمیت شناختن امارت اسلامی پیامدهای منفی را در قبال خواهد داشت. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه گفته که به رسمیت شناختن امارت اسلامی بستگی به تعهدات کابل برای ایجاد یک حکومت همشمول دارد. در همین حال رئیس جمهور ایران خواهان یک حکومت فراگیر در افغانستان شده است. وزیر خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزاری تاسان کشور میگوید که به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی به اجرای تعهدات کابل در ایجاد حکومت فراگیر و پیکار با حراس افغانی بستگی دارد. هنوز گفتگو درباره به رسمیت شناختن رسمی طالبان زود است. در واکنش به این مسئله به تدریج حرکت خواهیم کرد و در هماهنگی با جامعه جهانی به سوی حذف طالبان از فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد می رویم تا شرایط لازم برای شناخت رسمی حکومت تازه در افغانستان فراهم شود. از سوی دیگر رئیس جمهوری ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌ورزد. دغه وخت اسلامی مرته په کار دی چې خپل ډیپلوماسي چټکه کړي او له دغه موقع څخه په استفاده باندې نړیوالو تقینات ورکړي ترڅو اسلامی امارت په رسمیت وپیژني او دغه ستونزې حل شي. حکومت همشمول یکی از نیازهای جدی و مبرم جامعه سیاسی افغانستان است. اگر امارت اسلامی طالبان تصمیمی برای حکومتداری و تداوم حاکمیتشان دارند، می باید بر این مسئله مهم توجه جدی نمایند. اما کابل تاکید می‌ورزد که به تعهداتش در برابر جامعه جهانی عمل کرده است. به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان تنها نیاز افغانستان نه، بلکه نیاز همه جامعه جهانی است. افغانستان یک عضو جامعه جهانی است و بودن تعاملات رسمی بین افغانستان و جامعه جهانی به سود همه است. امارت اسلامی میگوید که تمرکزش در سال 2022 میلادی بر خودکفایی افغانستان و تعامل با جهان خواهد بود. در همین رابطه بیشتر بحث میکنیم با مهمانان برنامه: عبدالشکر دادرس، آگاه سیاسی، داود قیومی، آگاه روابط بین الملل، و همچنان شاه سلطان آکفی، اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در روسیه با ما وصل هستند. به مهمانان عزیز سلام. آقای دادرس، بحث را با شما آغاز میکنیم. چرا شناسایی حکومت تازه به یک نتیجه نرسید تا هنوز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای شما و میهمانان نهایت محترم شما، جناب آکیفی صاحب و قیومی صاحب و کسانی که صحبت های مرا میشنو، احترامات و سلام های خود تقدیم میکنم. خب، موضوع برسمیت شناختن هر دولت، چی افغانستان باشه و چی دولت های دیگه و حکومت های دیگه باشه، جامعه جهانی یک نوع شرایطی داره که متاسفانه شرایط خود واحد ایرای نمی کنه. کاش که ببین عالی، ایران یک چیز، روسیه دیگه چیز و کشورهای دیگه یک چیز دیگه را توقع می کنه. به هر صورت مهمترین گپیستن که جامعه جهانی هم متفقن تحت نظر واحد بگوی که چی شرایطی باید یک کشور داشته باشه که افغانستان هم امو شرایط تکمیل کنه و او را به رسمیت بشناسه. و از جانب دیگه امارت اسلامی افغانستان هم نمیفهم که ایلالش برای ما قابل درک نیستن که چرا خود با امو شرایطی که جامعه جهانی میگه عیار نمی سازه. آیا ناممکن است؟ اگر ممکن باشه چرا زیای وقت بکنیم؟ بینان این کاری بسیار مهم است. در صورتی که جهان افغانستان را به رسمیت بشناسه و در بینشان تعاملات آغاز شود، تعاملات رسمی و دیپلماتیک، ما در او وقت بسیار گپایی داریم که فعلا حلشان مشکل هستن. و شرایط که تا فعلا هم دولت های متفرق مثلا روسیه و ایران و دیگه کشور ها میگه، برای ما اینقدر سخت معلوم نمیشه که او زمانگیر باشه یا ناممکن باشه یا ما نتانیم. فقط مهم هستن که امارات اسلامی افغانستان سیاست خارجی خود وضع بکنه. وقتی که سیاست خارجی مدون کتبی ایرایه بکنه که عموما سیاست های خارجی در قانون اساسی تسجیل میشه، همچنان خطوط سیاسی داخلی خود وضع بکنه، در وقت میتانه که با ادعا بکنه که دیگه چی مانده که ما او را بکنیم تا که
آماده ازی شوم که جامعه جهانی مرا به رسمیت بشناسد. اما امارات اسلامی بارها گفته که ما شرایط تکمیل کردیم. به شما برمیگردم آقای دادرس، بیشتر بحث میکنیم. آقای قیومی، دیدگاه شما در همین رابطه چی است؟ چرا با گذشت بیش از 4 ماه امارات اسلامی به رسمیت شناخته نشد و هنوزم حالا میگن زود است؟ سلام خدمت شما و مهمانان گرامی در بحث. خب ببینین، به رسمیت شناختن یک کشور در واقع یک بحث بسیار زیاد مشخصی در روابط بین الملل داره. و وقتی کشورها مخصوصا همون شرایطی را که دارا هستند، هر رژیمی که بر اساس خواست مردم بر مبنای مردم سالاری و دموکراسی شکل میگیره، طبیعتاً از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته می شوند و تعاملات بین او کشور و جامعه جهانی شکل می گیرد. اما کشورهای متاثر از جنگ، کشورهای پسا منازعه، نه تنها افغانستان بلکه بسیاری کشورهای دیگر مثل یمن، مثل لیبیا، اینا در مجموع کشورهای پسا منازعه و کشورهای متاثر از جنگ هستند، شرایط متفاوت داره. در مسئله افغانستان طبیعتا کشوری است که سابقه بسیار منازعه طولانی داره و در منازعه افغانستان عمدتا قربانی مردم افغانستان شده و آنچه که در افغانستان رخ داد در 15 آگوست سال 2020، سال گذشته، طالبان یک حکومتی که بر اساس دموکراسی و بر اساس خواست مردم بود حکومت سقوط کرد و حکومت طالبان شکل گرفت. خب طبیعتا حکومت را که طالبان ساختند حکومتی است که بیشتر حکومت خودشان است، یعنی بیشتر افراد خودشان در حکومت حضور داره. البته تعریف طالبان و مخصوصا برداشت و تعریفشان همیست که این حکومت حکومتی همه شمول است، امارت اسلامی خواهان تعامل با دنیاست. اما از سوی دیگر جامعه جهانی، کشورهایی که حتی با طالبان در گذشته رابطه نزدیک داشتند، نگاه های متفاوت و تفسیرهای متفاوت دارند. مسئله اساسی که تا امروز بحث حکومت طالبان مخصوصا شناختنش طول کشید و حتی کشورهایی که با طالبان رابطه نزدیک دارند آماده نشیدن، چند مسئله است. برداشت کشورهایی که با طالبان در تعامل هستند و جامعه جهانی این است که شرایط فعلی در افغانستان یکی از بهترین شرایط های است که میتوانم منجر به صلح دائمی شود، میتوانم منجر به یک حکومت فراگیری شود که در افغانستان اقوام مختلف زندگی میکنند، کنار هم بیان بشینند، مذاکره بکنند، راجع به کشورشان تصمیم بگیرند، جنگ برای همیشه مسئلهش پایان ببخشند، هر مشکلی که دارن از طریق دیپلماسی و مذاکره حل بکنن. تشکر. خب اجازه بدین نکته آخر را تمام کنم. بل. اما شرطش چیست؟ شرطش این است که طالبا به مسئله پی ببره، آماده شوه، روی شکلگیری حکومت فراگیر، روی پیشرفت پروسه مصالحه و گفتگو به یک نتیجه برسد. در غیر او جامعه جهانی باورش است که کماکان آنچه که فعلا در افغانستان وجود داره نحوه حکومتداری طالبا و مخصوصا برداشت و تعریف را که طالبا از حکومت فراگیر دارن و مخالفینشان با این حکومت آماده گفتگو نیستن و میخواهند که اول ابتدا حکومت فراگیر شکل بگیره، این وضعیت ممکن است به دلایل مختلف به ضرر افغانستان تمام شد. از این جهت است که جامعه جهانی هنوز روی امو شروطی که از قبل گفته پافشاری میکنه. درست است. به شما آقای قیومی برمیگردم در مورد این که حالا کشورهایی که در مورد حکومت همه شمول سخن میزنن دیدگاهشان چقدر واحد است، از هم فاصله داره، در ادامه میپرسم. اما آقای عاکفی، شما به برنامه خوش آمدین. آیا در این بیش از 4 ماه میشد که حکومت تازه به رسمیت شناخته میشد؟ بسیار تشکر. قبل از همه سلام خدمت شما، خدمت دادرس صاحب، قیومی صاحب و تمام بیننده ها و شنینده های تلویزیون شما. اجازه بدین که چون امروز روز اول سال 2022 هست،
خدمت شما حاضرین و تمام بیننده های تلویزیون شما تبریک عرض بکنم و از خداوند پاک عرضو بکنیم همه ما که سال 2022 سال یک صلح عادلانه و ثبات دائمی و رفاه و سعادت برای مردم افغانستان باشه انشاءالله. آنچه ارتباط میگیره با پرسش شما باید بگویم که بدون شک 4 ماه گذشت و متاسفانه که تا اکنون یک شناختی متقابل و تعامل لازمی متقابل میان حاکمیت فعلی در افغانستان و جامعه بین المللی به وجود آمده نتوانست. با وصف این که در اسناد جامعه بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد کدام شرایط خاصی یا کدام قانون مدونی یا کدام طرز العمل و لایحه مدونی برای برسمیت شناسی کشورها با تأسف وجود نداره، اما در رابطه با افغانستان این بار تا حد زیادی شروط جامعه بین المللی و کشورهای مختلف از همسایه ها شروع تا ابر قدرت های جهانی تقریبا همسان است. از او جمله همه ما و شما می دانیم که تشکیل یک حکومت همشمول یا فراگیر قومی و سیاسی است. در پهلوی از او رعایت اعلامیه حقوق بشر بخصوص حقوق زنان و دختران است. در رابطه با کار و تعلیم و تحصیل مبارزه با تروریسم است که افغانستان خدای نخواسته یک بار دیگه به سرزمینی پرورش و نگهداری تروریست ها مبدل نشوه. همچنان مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، عدم استفاده یا جلوگیری از استفاده گروه های دیگری از خاک افغانستان بر علیه کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان است و همچنان مبارزه علیه مواد مخدر است. یعنی تقریبا اینمی 3-4 موضوع، البته با یک تفاوتی که کشورهای غربی، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی که قبلا در افغانستان حضوری فیزیکی و نظامی داشتن، اونها شرط دیگری را هم علاوه کردن، همیشه و میگوین که اجازه داده شوه به تمام آن افغان هایی که با او نیروها و یا سفارت ها و یا پروژه های غربی ها کار میکردن، اجازه داده شو به اونا که اگر میخواین از افغانستان خارج شوند و سرحدات افغانستان بروی رفت و آمد افغان ها باز شوند. اما در دوسیه موضوع اول تقریبا جامعه بین المللی یکسان فکر دارن و ایرا همیشه واضح گفتن. از نشستی ترویکای توسعه یافته مسکو در 20 اکتبر شروع درست. تا آخرین نشستی که نشست وزرای خارجه کنفرانس کشورهای اسلامی در اسلام آباد بود بسیار. در همه جای مسائل ذکر شده و یاد شده. آقای عاکفی به شما برمیگردم، روی از در مورد روسا شما بیشتر میشنوم، اما آقای دادرس، خب امارات اسلامی چندین بار گفته که از تمام اقوام کشور نماینده دارن در کابینه، از قوم پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ولی کشورها باز هم اعلامیه صادر میکنن که حکومت همه شمول نیست. خب ما با یه عقیده استم که حکومت باید اهل باشه، بدنه حکومت باید اشخاص خبیر، اشخاص متخصص و اشخاصی در بخور برای جامعه باشه. ما تجربه ازی که به نام قوم و زبان و مذهب اصلا حاکمیت را تقسیم بکنیم زیاد نتیجه خوب نداده و هیچ کس نمیتانه ادعای ازی را بکنه که من نماینده فلان قوم استم و ریفراندوم هم در این مورد نشده. پس اگر هر قوم برای خود بخواه یا تعدادش طوری بمانیم که همان قوم تا ابد به یه عقیده باشه که ما میگیم که چرا قانون اساسی نداریم که تمام اتباعی افغانستان در برابر قانون اساسی دارای حقوقی مساوی باشه. وقتی که کسی به خدماتی در اداره میخواه که کار بکنه، باید ببینیم که چقدر اهلی هست، چقدر ظرفیت داره، چقدر متخصص است و چقدر بافام است. فکر میکنم که تقسیماتی که داشته باشیم که اقوام و کم و زیاد و مذاهب و زبان و محل، ای هستن که میتونه قانون اساسی تا
تحت عنوان اتباعی افغانستان، تحت عنوان شرایطی که بخصوص ما در قانون اساسی که فعلا نافذ هم است 1382 در اونجا داشتیم که وزیر باید تابعیت افغانستان داشته باشه، وزیر باید تحصیلات عالی داشته باشه، وزیر باید سابقه داشته به یک گونه میتانه که لوی جرگه که در طول تاریخ اصلا قوی ترین و اولین مرجع تصویب قوانین اساسی بودن در این مورد شرایط وضع کنه. ما چرا در این مورد باشیم که باز این موضوع اقوام مطرح شوه و هر قوم ادعای را بکنه که ولا سمی ما خود کمتر است؟ نقطه باریکیش در کجاست؟ کشورهای منطقه مثل روسیه، ایران، حالا فراتر از او آمریکا تنوع قومی را مطرح میکنن، مذهبی را مطرح میکنن. خب اونا برای توضیح و تشریح این پیشنهاد خود دلایلی ارائه نکرده. ما در اول عرض کردم که جهان باید متفق شوه یا حداقل جامعه جهانی به خصوص ملل متحد که امی شرایط که پیشتر آکفی صاحب اشاره کردن که ما او قسم شرایط که مدوین بر حبرای تمامی کشورها یکسان باشه. خب به هر صورت سیاست داخلی و خارجی کشورها مهم است، ایران نتانست که واحد بسازه برای حاکمیت فعلی افغانستان اعلام بکنه که برادر اینه. خب حقوق زن بسیار عالی اصل است، تعلیم اصل است، اتنا برای زن نیست، برای تمام اتباعی افغانستان باید تضمین شوه و این اگانه وثیقه ای که میتانه این حقوق تضمین کنه او کدام وثیقه است؟ قانون اساسی استن. این خوب به صحبت ها نمیشه، فقط قانون اساسی وثیقه ملی افغانستان باید تضمین بکنه که مرد و زن در برابر قانون و تمام مردم افغانستان در برابر قانون با هم فرقی نداره، مگر با اساس استعداد و اهلیت و لیاقتی که بتانه در خدمات دولتی استخدام شوه. بنا اندگی اینمی را نتانسته که یک نسخه واحد برای حاکمیت فعلی افغانستان و حاکمیت فعلی افغانستان هم که چندین دفعه ما تقاضا کردیم که سیاست خارجی خود در وثیقه ملی یا به شکل مدون به شکل کتبی با مشوره مردم افغانستان او را وضع کو برای جهانا اعلام کو و همچنان سیاست داخلی تان که در اونجا نقطه اساسی شه اعتماد مردم افغانستان. یعنی آقای دادرس شما میخواییم بگین که گام هایی که شما پیشنهاد کردین که باید برداشته میشد و پس از او جهان به رسمیت میشناختی، یعنی مثلا لوی جرگه را مطرح کردین، قانون اساسی را مطرح کردین، موضوع حقوق زنان را مطرح کردین، این گام ها باید تا اینجای کار برداشته میشد از نظر شما، درست؟ ما چطور میتانم که برای جهانیان نشان بدم که از اعتماد کامل مردم افغانستان برخوردار هستم؟ ما خود در طول تاریخ یا بیعت داریم یا رفراندوم داریم یا انتخابات داریم و یا روی جرگه ها داریم. بنان باید یکی از اینا خوب باشه که جهان بفهم و یکی از شرایط اساسی بر رسمیت شناختن ایستن که حاکمیت باید از اعتماد مردم میخواد چه باشه؟ برخوردار باشه. این وقتی که از اعتماد مردم برخوردار شد او به سطح ملی مشروعیت کسب میکنه. وقتی که مشروعیت کسب کردن یک شرط اساسی را در شناختش تکمیل شده. تشکر آقای قیومی. خب در شش عقرب امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی در سخنرانی در اینستیتوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد گفت که جامعه بین المللی از ما میخواهد که یک دولت فراگیر بسازیم. کابینه فعلی ما این الزام را برآورده کرده، ما نمایندگانی از همه قومیت ها داریم. همین نقطه باریکی کار در کجا میبینین و آیا مشروعیت ملی که آقای دادرس مطرح میکنن او مهم است که باید برداشته شود و پس از او موضوعی به رسمیت شناختن خود به خود موضوعش حل میشه؟ بسیار تشکر. ببینین در ابتدا ما هم اشاره کردم که کشورهای پسا منازع یک سلسله مشخصاتی دارن که طبیعتا اگر به این مسائل به شکل اساسی پرداخته نشود امکان ایجاد صلح پایدار بسیار محدود است، امکان پیشرفت اقتصادی محدود است، امکانی که با جامعه جهانی رابطه بسیار سازنده داشته باشه محدود است. آنچه را که آقای دادرس اشاره کردن من فکر میکنم بیشتر یک بحثی است که به برداشت من بسیار سطحی پرداختن. چگونه ممکن است در یک کشوری که بیشتر از 40 سال منازعه داشته و بخش اساسی منازعه قدرت است
همیشه رهبرای سیاسی از جناهای مختلفی به این مسئله نپرداختن و آنچه که در افغانستان گذشته دلایل اساسیش هم مداخله خارجی تلقی کردن و گفتن مداخله خارجی بوده، کشورهای خارجی بوده که در افغانستان جنگ بیشتر تقویه کرده، در حالی که بخشای اساسی مشکل در متن جامعه افغانستان وجود داره، در یک کشوری که منازع قدرت وجود داشته هنوز وجود داره، اقوام مختلفی زندگی میکنن که از واقعیت‌های افغانستان است. شما چگونه ممکن است که قدرت به شکل درستش در همچون یک کشور تقسیم نکنین و بعدا بیاین به این باور باشین که حکومتی که شکل گرفته باید اعتماد جامعه جهانی را کسب کنه، افرادش متخصص باشه و بعدا میتونه که جامعه جهانی او را به رسمیت بشناسه؟ برداشت ما ایست که درست است که آنچه را که آقای متقی وزیر خارجه به طالبا اشاره کردن، خب طبیعتا یک تعداد افراد امرای طالبا هستند که از اقوای مختلف است، این هم یک حقیقت است، اما این تعداد محدودی که در حکومت طالبا از اقوای مختلف حضور دارن، این نمیتونن نمایندگی یک جمعیت بزرگ در افغانستان بکنه. قدرت امروز بیشتر از 80%ش یک حقیقت است به دست یک قوم است در افغانستان. خب اگر قرار است که وضعیت تغییر بکنه، اگر قرار است که جامعه جهانی و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، بیاین به این حقیقت بیشتر توجه داشته باشند، پی ببرند یک حکومت فراگیر. منظور از حکومت فراگیر هم تنهایی نیست که یک تعداد رهبرای فراری را حتما طالبا زمینه بازگشتان فراهم بکنه، این مسئله نیست. جامعه افغانستان به حد کافی مردمی تحصیل کرده نخبه داره. اگر بحث شکل گیری یک حکومت فراگیر مطرح است، طالبا بتونن که راجی به میکانیزمش، راجی به شکل گیریش با مردم صحبت بکنن، اصلاحات اساسی را در حکومتشان ایجاد بکنن، یک حکومتی که نمایندگی از تمام اقوام افغانستان بکنن، البته بیشتر افراد متخصصش. بعدا بحث به رسمیت شناختن طالبا، خب طبیعتا از طرف جامعه جهانی و کشورهای منطقه، همان طوری که وزیر خارجه روسیه همین مسئله را یادآور شد و تاکید کرد، ممکن است که مورد بررسی و توجه قرار بگیره. تشکر آقای آکیفی. از نظر شما امارت اسلامی چقدر معیارها را برای به رسمیت شناخته شدن برآورده کرده؟ چون معیارهای مدون و واحدی در سازمان ملل متحد و در دنیا وجود نداره برای به رسمیت شناختن یک حکومت و نظامی در یک کشوری، بناهن فعلا بحث سر این است که آنچه را کشورها و بخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده، همسایه ها مطرح میکنن، کشورهای دور و نزدیک مطرح میکنن برای حاکمیت فعلی در افغانستان، معیارها حالا همین مد نظر گرفته شده که قبلا در موردش صحبت شد. بالکل با فرموده های جناب دادرس صاحب موافق هستم که بدون قانونی اساسی، بدون یک وثیقه ملی، نمیتوان همه امور مملکت داری را و دولت داری را تنظیم کرد. بالکل شخصا با این موافق هستم که تقسیم چوکی ها در حکومت و در کابینه برای اقوام درست نیست، بلکه باید همیشه کوشش شوه که یک حکومت کارا باشه، یک حکومت خدمتگار باشه، از لحاظ تحصیل، تجربه و مسلک اونها بتوانند که رضایت شهروندان خود را حاصل بکنند. مهم این نیست که از کدام قوم باشه، حالا نام نمیگیرم، در حکومت های قبلی ما شاهد بودیم که حتی از یک ولسوالی 3 یا 4 وزیر می بود و از یک ولسوالی دیگری، از بسته ولایت دیگر هیچ نمی بود، اما صدای کسی بلند نمی شد. بله. بدلیل این که همان وزیر یا همان وزرا. بله آقای آکفی، آقای قیومی میگن که اگر میخوایم به در واقع به این منازعه 40 ساله پایان بدیم، در واقع توزیع عادلانه قدرت در نظر بگیریم. ببینین بالکل این درست است مسئله، اما توزیع قدرت باید در دولت محاسبه شوه و در نظر گرفته شوه. دولت خو حکومت نیست تنها و حکومت هم مکمل دولت نیست. بهتر از شرایط مساعد شوه که در افغانستان دولت شکل بگیره، دولت
دولت مدرن و دولتی که بدون شک قوانینش اسلامی باشه، قانون اساسی قبلی افغانستان هم یعنی قانون جمهوریت هم قانونی بود که در او قوانین خلاف اصول اسلام ممنوع بود. اما ای که قوانین چقدر تطبیق شد و نشد، این موضوع مشکل دیگری بود که متاسفانه تنها در جمهوریت نه بلکه در قبل از او هم وجود داشت. باور دارم متاسفانه که در آینده ها هم وجود خواهد داشت. اما اصل مسئله این است که یک حاکمیت بتوانه اکثریت شهروندان کشور خود را قناعت بده و رضایت اونها را حاصل بکنه. حتمی نیست علم ترکیات شد که فراری ها را پس بیارن یا تکداران قومی را پس بیارن یا مفسدین جمع شوند و قدرت در بین خود تقسیم بکنن. نه خیر، ای غلط بوده، نادرست بوده و مضر بوده برای افغانستان، بلکه در از تمام شهروندان افغانستان، از لایه های مختلف، از اقشار مختلف، از اقوام مختلف، بهترین هایشان باید دریافت شود، پیدا شود. در او کشور کادرهای زیادی وجود داره و او کادرها بتوانند که مورد یا مصدر خدمت برای جامعه خود در همه عرصه معین شود. ولی یکی تنها از یک قشر جامعه حکومت تشکیل داده شود، والی ها مقرر شود و غیره مقامات مقرر شود که نمیتوانند امن یک قشر تمام امور مملکت داری را و حکومت داری را خوب پیش ببرند. بناهن بهتر است که مستحقین کار و خدمت در جامعه افغانی از هر قوم و قبیله بوده باشه. کم و بیشش مهم نیست که دو تا باشه یا ده تا از یک قوم یا قبیله یا یک ولایت یا یک ولسوالی، اما مستحقین باشه و کارا باشه و بتانن که خدمت به مردم افغانستان بکنن و همچنان زمینه را طوری مساعد بسازه که هم با همسایه ها خوب زندگی کرده بتوانن، هم با جامعه بین المللی همزیستی مسالمت آمیز کارا و مفید برای افغانستان داشته باشن. این مسئله از دیدگاه ما مهم. تشکر. برمیگردیم بحث میکنیم و حال هم یه برنامه کوتاه داریم. برمیگردیم.